با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان، سلام به شما. از اسرائیل در این ششمین روز از جنگ، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا ساعتی پیش وارد تل اویو شد. آقای بلینکن گفته کمک‌های نظامی بیشتری برای اسرائیل در راه و آمریکا اتش ادامه میده. شمار کشته‌های اسرائیل به 1300 نفر و شمار زخمی‌ها به 3200 نفر رسیده. اسرائیل بمباران غزه را شدت بخشیده و شمار کشته‌ها در این منطقه به 1417 نفر و شمار زخمی‌ها تا حالا غزه برای کمک به غیر نظامیان گیر افتاده در این باریکه شدن. اینجا در اورشلیم همکارم اردوان روزبه به ما پیوسته. به خیلی اوضاع داره متغیر میشه هر لحظه و هر لحظه در غزه. تصاویری که داره میاد بسیار تکان دهنده هست. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا اومده اینجا در اسرائیل و همون حرفای رئیس جمهوری آمریکا رو تکرار کرده که تعهد این کشور به امنیت و اسرائیل، امنیت اسرائیل مثل همیشه است. خب اول نکته که میخوام بگم اینه که به نظر من حضور بلینکن بیشتر از اعلام حمایت از اسرائیل هستش. در واقع با توجه به اظهاراتی که دیروز بایدن کرده بود و به نوعی نکته در واقع انگشت رو به سمت جمهوری اسلامی هم گرفته بود، با هشداری بسیار آروم که حواستون به کار خودتون درست باشه و حزب الله همچنین و همچنین حضور امروز بلینکن، در واقع بیشتر هدف از این فراتر از این هستش که ما بگیم به دنبال کمک به اسرائیل هستن. فقط من فکر میکنم یک ائتلاف جهانی رو دارن و تلاش میکنن شکل بدن و دارن تلاش میکنن به این ترتیب یک اجماع رو در غرب ایجاد کنن. شما اگه دقت کنید، درسته که آلمان اظهار نظر کرده در این مورد، مخصوصا در ارتباط با منابع حماس در آلمان، جلوگیری از فعالیت‌های اون، همچنین در ارتباط با پهپادهای آلمانی که اجازه استفاده اسرائیل رو داده برای عملیات‌های نظامی و همچنین گسترش عملیات بمباران و هوایی اسرائیل در باریکه غزه، من فکر میکنم اینا در کنار همدیگه دارن یه فرایند رو درست میکنن. حالا که این اتفاق افتاده، یه احساسی به من داره میگه که شاید اجماع آمریکا، اتحادیه اروپا و اسرائیل باعث این بشه که در عمل مسئله بنیادگرایی که ما پیش از این هم از علی خامنه‌ای در صورت محور مقاومت شنیده بودیم که باب این همیشه باز گذاشته که اگر امروز شما در غزه شکست بخورید، خب ممکنه که فردا در جنوب لبنان مثلا فرض کنید دوباره بتونه بابش باشه، یا فردا پس فردا ممکنه در یمن باشه و جاهای دیگه و عراق، جاهایی که جمهوری اسلامی نقش خودش رو بازی کرده. به تعبیر من بسیار آزموده هم آمریکایی‌ها دارن میگن و دارن این هشدار رو میدن به جمهوری اسلامی و هم در عین حال دارن نشون میده که تمام قد کنار اسرائیل خواهند ایستاد. من امروز تقریبا میتونم بگم تا 3 کیلومتری باریکه غزه رفتم و مسیر چیزی که میدیدم فراتر از اصلا همین حرف هاست، به دلیل اینکه شما تانک های بسیار زیادی در منطقه هست. من در یه جا دپوی تانک ها، محل استقرار تانک ها، نزدیک حدود 200 تانک آماده دیدم. در پست های نگهبانی کاملا کنترل حاکمه، نیروهای پیاده آماده هستن، در بعضی از جاها آمادگی داشتن، ولی علی رغم این وضعیت، علی رغم شرایطی که الان در خود غزه وجود داره، امروز دوباره ما شاهد اصابت راکت بودیم. یعنی به نظر میرسه که غزه در نهایت هارن چه که الان ما در مورد وخامت وضعیت غزه داریم صحبت کنیم، اما در این حال به نظر میسه حماس هنوز پای اون صحبت خودشه. به نظر میاد که حماس دنبال این هستش که برای این آشوب رو به همین ترتیب نگه داره. ما میدونیم که بیش از 150 اسیر داره، گروگان داره حماس، و از طرفی امروز آقای بلینکن اشاره کرده که در حل مسئله گروگانگیری همه توانش خواهد گذاشت برای حل کردن این موضوع. از طرف دیگه علاقمند هستن دولت‌های طرف دیگر رو بگیرن، مثلا قطر مثلا وارد این گفتگوها بشه برای اینکه این مشکل حل بشه. ما میدونیم آمریکا 25 گروگان داره در حال حاضر اینجا و مسئله جان شهروندان آمریکایی که از اولویت‌هایی است که همیشه دولت‌های مختلف در آمریکا، چه جمهوری خواه چه دموکرات، همیشه تاکید کردن و به اون اولویت اول بهش نگاه کردن. به همین دلیل این اجماع رو من احساس می‌کنم داره اتفاق می‌افته و چیزی که هست، امروز من با یک فردی که تمایلم نبود اصلا اسمش آورده بشه در شهر سدرو صحبت می‌کردم، یک منشور
امنیتی بود به نظر میاد، میگفتش که همه فرایند الان برای حمله به غزه آماده است، فقط منتظر یک چراغ سبز هستن تا حرکت زمین رو شروع کنن. با توجه به شرایطی که جو عمومی داره نشون میده و با حضور آمریکا و شرایطی که در اسرائیل وجود داره، اون چه که اجماع برش هست، من فکر میکنم که جامعه جهانی شاید به اون حد حساسیت به خرج نده اگر بگیم که از طریق زمین اسرائیل وارد غزه بشه. تمام تمرکز هم الان روی غزه هست، ولی فقط غزه نیستش که درگیر نزاع‌های اینچنینی هست. همین امروز قبل از اینکه بیایم اینجا به محل برای برنامه زنده تیراندازی داشتیم همینجا در اورشلیم که پلیس حاضر شد. در شمال اسرائیل همش آژیر خطر سوریه. به صدا در میاد از سمت سوریه راکت پرانی داشتیم و شاید فرداد. به این دلیل من میگم آنچه که الان روش داره اجماع ایجاد میشه مسئله هدف قرار دادن داستان محور مقاومته. من فکر میکنم حالا بر اساس این شرایطه که این داره دیده میشه. اگه قرار باشه فقط هدف غزه باشه، خب فردا شکل دیگری پیدا میکنه. فردا دوباره یک عملیات انتحاری در یک جای دیگه، همونجوری که تو داری میگی امروز در اورشلیم ما شاهد تیراندازی هستیم. برای همین من فکر میکنم که اون هدف گنده تر الان داره شکل میگیره، یعنی حذف جریان های تندرو که در مجموع سمبولیک خب میتونه یکی از اونها مثلا همین بحث حماس باشه به نظر من. ممنونم از سردوان روز به همکارم اینجا در اورشلیم با ما.